شب بخیر، به افق نو خوش آمدید. بیننده صدای آمریکا هستید و من پیام یزدیان در 24 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. در برنامه امروز نگاهی داریم به آرایش جدید وزارت امور خارجه ایران و تاثیر آن بر خاورمیانه. برکناری حسین امیرعبداللهیان از سمت معاونت عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با واکنش تند اصولگرایان و تندروهای حکومتی و استقبال محافل دیپلماتیک عربی منطقه روبرو شده است. امیرعبداللهیان از شهرهای برجسته سپاه قدس و از یاران نزدیک اصولگرایان و از مدیران باقی مانده از دوران دولت احمدی نژاد بود که بنا به گزارش‌ها بیش از آنکه با سیاست‌های دولت حسن روحانی هماهنگ باشد، چنان با سپاه قدس همراه بود که به گفته کارشناسان بیانیه بی سابقه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس علیه حکومت بحرین در واقع واکنشی تند به این برکناری ارزیابی شده است و این در حالی است که رویدادهای تلخ و پرهزینه همچون کنترل دولت یمن توسط جنبش حوثی ها، افزایش دامنه تنش‌های خونین سوریه، حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و قطع رابطه 7 کشور عربی با ایران همگی در دوران مدیریت امیرعبداللهیان اتفاق افتادند. در همین راستا وزیر امور خارجه ایران حسین جابری انصاری سخنگوی این وزارتخانه را که برخی رسانه ها از او به عنوان منتقد سیاست های ایران در سوریه نام میبرند به عنوان معاون عربی و آفریقایی خود منصوب کرد. محمد جواد ظریف همچنین بهرام قاسمی را به عنوان سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران منصوب کرد. بهرام قاسمی پیشتر سفیر ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا بوده است. بنا به گزارش‌های موجود، آقای ظریف همچنین تایید حکمی سید محمد کاظم سجادپور را هم به ریاست جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب کرده و هادی سلیمانپور رئیس سابق این مرکز را همانند حسین امیرعبداللهیان به عنوان مشاور خود منصوب کرده. پرسش اینجاست که آیا این تغییرات در وزارت امور خارجه ایران باعث تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای ایران خواهد شد؟ بابا باشید. بیننده برنامه زنده افق نو از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب آقایان درویش رنجبر، کاردار سابق بخش بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر و سلاح‌های کشتار جمعی و حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره از فنلاند با ما هستن. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رنجبر، واکنش‌های ضد و نقیضی به برکناری آقای امیرعبداللهیان وجود داشته. برخی رسانه‌های خارجی از جمله پایگاه اینترنتی آلمانیتور برکناری آقای عبداللهیان رو نشونه ای از رویکرد متفاوت ایران به پرونده‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنه. از سوی برخی از مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران هم عنوان می‌کنن که با تغییر یک فرد سیاست‌های کلان نظام تغییر نمی‌کنه. ارزیابی شما رو بدونیم از این تغییرات و تأثیر اون بر سیاست خارجی ایران. سلام دارم خدمت شما آقای علیزاده دوست گرامی، همچنین بینندگان برنامه. ببینید آقای یزدیان، برای مدت 38 سال افرادگرایی ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده. یعنی از روزی که آقای خمینی میگفتن اسرائیل باید نابود شود، امریکا ستیزی محور سیاست خارجی قرار گرفت تا الان که 38 سال از این سیاست خارجی میگذره، هزینه هایی به گردن ملت ایران گذاشته شده که اصلا قابل محاسبه نیست. پس بنابراین افرادگرایی که در طول این 38 سال محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده، حتی بخشی از خود حاکمیت رو به تنگ آورده. یعنی در حقیقت یک صدای عقلانیتی از درون خود حاکمیت متوجه این افرادگرایی شده، متوجه شده که این افرادگرایی در زمین سیاست خارجی برای کشور هزینه بره. کشوری که 9 میلیون حاشیه نشین داره، کشوری که در جاده هاش سالی 25 هزار نفر کشته میشن، در حقیقت این افرادگرایی که در مخصوصا در ارتباط با منطقه خاورمیانه در پیش گرفته شده هزینه بر هست. به نظر من این که جابجایی یک معاون وزیر خارجه چرا انقدر مهم هست، به خودی خود اهمیت زیادی نداره. اهمیتش در این هست که اون بخش عقلانیت گرای حاکمیت متوجه شده که این افراد گرایی ها قابل تداوم نیست. پس بنابراین هر چند که این افراد گرایی ها محور سیاست خارجی بوده، الان لازمه که یه بازنگری بشه از این اهمیت قضیه. از این جهت هست
که در حقیقت اون بخش تعقل‌گرای حاکمیت داره سعی میکنه که اون افراد‌گرایی ها رو به یک نوع اعتدال و به یک نوع تعادل به اصطلاح تبدیل بکنه. آقای علیزاده، نظر شما رو بدونیم نسبت به تغییر آقای امیر عبداللهیان توسط ظریف، چون برخی ناظران سیاسی عنوان میکنن که وزارت امور خارجه به لحاظ ساختاری متولی پرونده های منطقه‌ای نیست و چه بسا نهادهای نظامی و شخص آیت الله خامنه‌ای بازیگران مؤثر سیاست خارجی ایران هستند و نه وزارت امور خارجه ایران. بله، من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مخاطبان برنامه و همچنین دوست گرامی آقای درویش رنجبر. یک واقعیت قابل انکار نیست که سیاست خارجه ایران توسط شخص آیت الله خامنه‌ای و رهبر انقلاب اعمال می شود و زیر نظر اوست و همانطور که می دونیم از بین چند وزیر کلیدی من جمله وزیر امور خارجه همیشه و در همه دوره ها با نظر مساعد رهبر تعیین می شود، از جمله آقای ظریف هم اینک همچنین. از نظر این پرسش که آیا وزارت خارجه به واقع متولی پرونده تحولات مهم منطقه مثلا سوریه و یا یمن هست، به پاسخ روشن من این هستش که این چنین نیست. نشان به اون نشانی که شما میبینید سفرای ایران در عراق همه از اعضای سپاه قدس تعیین شدن، هر فرمانده سفیر کنونی سفیر پیشین. حالا آقای علیزاده، اگر بپذیریم که وزارت امور خارجه بازیگر موثری در عرصه سیاست خارجی نیست، چرا بعد از تغییر آقای امیر عبداللهیان آقای ظریف در ژنو عنوان کرد که اکنون اختیارات بیشتری نسبت به قبل در پرونده سوریه وجود داره و به نوعی از آمادگی ایران حتی برای انعطاف بیشتر در رابطه با پرونده سوریه اشاره کرد؟ بسیار پرسش خوبی هستش، به خاطر اینکه ما پشت پرده تحولاتی که داره اتفاق میفته رو نمیدانیم. ما به اصطلاح سخنان آیت الله خامنه ای رو مصداق قرار میدیم که میاد و در محافل اعلام میکنه که ما با آمریکا فقط یه مذاکره داشتیم، اونم مذاکره هسته ای است. همون رو هم ابتدا منکر میشدن. به گمان من بعد از کانال مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن برقرار شده، به ویژه با حضور شخص آقای ظریف و آقای کری و به ویژه بیشتر در این ماه‌های پایانی دولت آقای اوباما که مایل هستش که پرونده 8 ساله خودش رو درخشان نشان بده، آیت الله خامنه‌ای مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها شروع کرده، اظهار نمی‌کنن، بیان نمی‌کنن، این رو پشت پرده مثل پرونده هسته‌ای که کلیدش رو در عمان زده بودن کسی خبر نداشتش، بعداً رو شدش. این مذاکرات با طرف‌های آمریکایی روشن شده و در این میان آقای امیر عبداللهیان به عنوان مهره‌ای که میدونید سابقه سپاهی داشته، بعد از سپاه منتقل به وزارت خارجه شده، در دوره چهارم وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و یک دفعه ترقی زیادی کردش، آقای امیر عبداللهیان رو ایشون عوض کرده، در واقع پستش رو متنزل کرده، از معاونت به مشاورت برگزیده، یک در واقع یک بازی جابجایی درون تیم هستش که بلکه بتواند یک نیروی جدیدی رو در منطقه خاورمیانه عربی و آفریقای فعال بکنه، با عنایت به اینکه آقای امیر عبداللهیان فوق العاده ضعیف عمل کردن مدت مدیریت خودش که آقای ظریف هم درگیر پرونده هسته‌ای بود. به نظر میرسه که اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، سرنخ مسئله یک سری مذاکراتی است که آقای خامنه‌ای چراغ سبز داده برای اینکه ظریف جلو بره، در حالی که اصولگراها خبر ندارن، روزنامه‌های اصولگرا خبر ندارن و دارن با این چماق به سر آقای ظریف و تیم آقای روحانی میزنن. آقای رنج، با نظر شما رو بدونیم، با شناختی که مشخصا از آقای ظریف دارید، این اختیارات جدید چگونه میتونه به دست اومده باشه؟ این اختیاراتی که مشخصا آقای ظریف عنوان میکنه که در سوریه دست بازتری داره و پرونده‌های منطقه‌ای رو به این ترتیب احتمالاً شاید بتونه گشایشی درش به وجود بیاره، نظر شما رو بدونیم. ببینید آقای یزدیان، ما در سیاست خارجی دو هدف عمده رو هر کشوری دنبال میکنه، یکی تأمین امنیت فیزیکی اون کشور که برها کشور رو از تهدیدات خارجی حفظ بکنه، یکی هم رفاه اقتصادیه. ما باید ببینیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی حقیقتا در طول این 38 سال کدومی که از این اهداف رو به صورت خیلی خیلی عمده مد نظر قرار داده؟ اینها تا
تنها محور سیاست خارجیشون این بوده که ما بایستی موشک‌های آنچنانی بسازیم اسرائیل نابود بکنیم، ما بایستی به حزب الله لبنان کمک بکنیم اسرائیل نابود بکنه، ما بایستی به شیعیان بحرین کمک بکنیم تا دولت بحرین سرنگون بکنه. در زمان صدام حسین هم همینطور، ما شیعیان عراق رو کمک میکنیم تا دولت صدام حسین رو سرنگون بکنه. این در حقیقت محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده. آقای ظریف اختیار آنچنانی نداره که بتونه این محورها رو تغییر بده. منتها خود آقای ظریف به عنوان یک کارشناس به اصطلاح روابط بین الملل میدونه که این به اصطلاح افراط‌گرایی ها و این سیاست خارجی که جمهوری اسلامی در منطقه گرفته به ضرر ایران داره تموم میشه. اینا میخوان پرسش حال اینجاست که آیا فکر میکنی آقای ظریف چراغ سبز آقای خامنه ای رو الان داره برای کارهای خودش یا نه؟ آقای یزدیان عزیز ببین، آقای خامنه ای مقصر تمامی این ناکامی ها هست، یعنی مقصر این ناکامی ها که در منظورم این سیاست خارجی افراط گرایی در منطقه هست و هنوزم از اصطلاح شعار دادن علیه این که ما پوزه آمریکا رو به خاک میمالیم، این کار میکنیم اون کار میکنیم، دست بر نمیداره به این هزینه ها رو هزینه این شعارها رو ملت ایران با به اصطلاح وضعیت اقتصادی فعلی دارن پرداخت میکنن. این که آقای خامنه‌ای شهامت نداره که به اصطلاح تایید اعلام بکنه که من به اصطلاح نسبت به سیاست‌های خارجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی میخوام یه مقدار انعطاف نشون بدم، چون شهامت اینو نداره، آقای ظریف به عنوان یه چهره‌ای که به هر حال وجاهت بین‌المللی داره در این زمینه یه نرمش‌هایی نشون میده، ولی آقای ظریف نهایتاً تصمیم گیرنده نیست در زمینه به اصطلاح سیاست‌های تعیین سیاست‌های کلان جمهوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی. پس بنابراین اون چیزی که من میتونم خدمت شما بگم این هست که آقای خامنه‌ای بر اثر فشارهای اقتصادی بر اثر به هر حال هنوزم شما تصور بکنید که این تحریم‌ها تأثیر خودشون رو داشتن، ایشون به این نتیجه گیری رسیده که یه مقدار ناچاره که در افراط‌گرایی منطقه‌ای مخصوصا مسئله سوریه انعطاف به خرج بده. منتها شهامتش رو نداره بیاد الان هم بگه که ما در این مسئله میخوایم مصالحه بکنیم. به همین خاطر یه مقدار به اصطلاح فضای مانور رو به آقای ظریف میده که آقای ظریف این زمینه بتونه. حالا آقای علیزاده از شما بپرسیم، آیا این تغییرات احتمالاً به هر حال این تغییراتی که آقای امیر عبداللهیان کنار گذاشته میشه به هر حال نشون داده میشه شاید که اختلافات میان وزارت خارجه ایران با قاسم سلیمانی به نوعی در حال علنی شدن هست، چون رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی آقای ظریف رو متهم می‌کنن که بعد از تعطیلی مقاومت هسته‌ای این بار به دنبال تعطیلی مقاومت منطقه‌ای است و آقای ظریف به جای عملگرایی انقلاب مسیر دیپلماسی جریان غرب رو دنبال می‌کنه. نظر شما رو بدون خیلی کوتاه. ببینید، سیاست خارجی دور آقای روحانی مبتنی بر یک شعاری بود و اون عبارت بود از تعامل سازنده. این تعامل سازنده هدف جدی ارگانهای تندروی رژیم قرار گرفتن، به گونه ای که شما میبینید مثال پرونده آقای پرونده یمن، پرونده بحرین، آقای قاسم سلیمانی میاد وسط میدان و اون اظهارات تند و تیز رو میکنه و به این ترتیب من میخوام بگم که الان که در سال سوم دولت آقای روحانی تمام شده، به گمان من میخوام این حدس رو بزنم که سیاست تعامل سازنده آقای روحانی رو به مرگ کشاندن، یعنی در واقع این سیاست الان دیگه خودش رو از دست داده، به خاطر اینکه آقای روحانی بر اساس همین سیاست به نیویورک رفت سال اول و در اونجا قطعنامه ویو رو دادش، یعنی قطعنامه ای که ورد اگینست، یعنی قطعنامه ای که یعنی جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی. خب حالا شما نگاه کن، از درون همین نظام یک فرمانده عالی رتبه نظامی می آید و تهدید میکنه که در بحرین قراره که انقلاب بشه و انقلاب مسلحانه انجام بده. این در واقع نقطه مقابل همون قطعنامه ویو هستش که آقای روحانی به مجمع عمومی بردش و تقریبا با اجماع آرا رأی آوردش. اون قطعنامه رو هدف گرفتن، تعامل سازنده رو هدف گرفتن. این در حالی است که باز تاکید میکنم اگر آقای ظریف میگوید من دست بازتری پیدا کردم، یعنی کسی این اختیارات رو به او داده. آیا این اختیارات رو آقای روحانی به او داده؟
در حالی که ما میدونیم فرض مفروض ما این هستش که سیاست خارجی ایران نه در دست رئیس جمهور بلکه در دست رهبر هستش. رهبر تعیین کننده سیاست خارجی هست، سکاندار سیاست خارجی رهبر هستش. پس اگر امروز آقای ظریف میگوید من اختیارات بیشتری پیدا کردم، یعنی اختیارات از طرف رهبر به دست آوردم. حالا در نزاع درون قدرتی درون ساختاری جمهوری اسلامی که همدیگر رو تا مرحله حذف پیش میبرن، در این میان شما میبینید که یک، یعنی در واقع اگر آقای خامنه ای رو اینطور ترسیم، فردی که دو دست داشته باشه، با یه دست خودش مسئله مذاکرات پنهانی رو از طریق آقای ظریف با آمریکا داره جلو میبره و دست دیگر خود همین فرد رهبر به قطع کردن دست دیگری پرداخته، از طریق مسئله مثال بحرین که مثال زدیم، از طریق مثال حضور در حوثی ها، از طریق به معدوم کشاندن سیاست تعامل سازنده. در واقع ما شاهد تعارض درون یک نظام، یک دستی علیه دست دیگر هست. ممنونم آقای رنجبر. در مورد نقش جدیدی که به آقای حسین جابری انصاری در معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه محول شده چه نظری دارید؟ چون این ادعا مطرحه که آقای جابری انصاری منتقد سیاست های ایران در سوریه بوده و احتمالاً میتونه چهره مناسبی برای دولت روحانی در مذاکرات منطقه‌ای باشه، ضمن اینکه در خبرها بود که امروز ایشون به لبنان رفته و با مقام های لبنانی در بیروت هم دیدارهایی داشته. ببینید آقای عزیزم، من ایشون رو از نزدیک شناخت کافی ندارم، چون در زمانی که در وزارت خارجه کار می‌کردم با ایشون ارتباط کاری نداشتم که بتونم ویژگی‌های شخصی ایشون رو خدمت بینندگان بگم. ولی در مجموع بر اساس تحلیلایی که تا حالا شنیدم، ایشون ظاهرا یکی از منتقدین سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله سوریه بوده و در حقیقت خواهان یک نوع مصالحه و سازش و پیدا کردن یه راه حلی برای بنبست سوریه هست. به نظر من این تصمیم، این که مسئله سوریه رو اگه بتونن به نوعی از طریق مصالحه اصطلاح به یه جوری این بحران رو حل و فصلش بکنن و ایران به طور آبرومندانه از این بحران کنار بیاد، این در سطح کلان اتخاذ شده. منتها برای پیشبرد این تو سیاستی خب مورای خاص خودش رو میخواد. برای مثال، مثلا میگم اگه بخوام با سیاست با آمریکا مقایسه بکنیم، هیچ وقت مثلا جان بولتون که سفیر تندرو آمریکا در سازمان ملل بود و همیشه خواهان نمیدونم عملیات نظامی این ور اونور دنیا بود، خب اینو نمیام بذارم مثلا رئیس دیپلماسی دولت اوباما. و همین خاطر در پیشبرد این قضیه به اصطلاح چگونگی بیرون اومدن از بحران سوریه هم مورای خاص خودشون رو به اصطلاح در نظام به کار گرفتن، که به نظر من آقای جابری انصاری از این مورد هست و یعنی در این کاتگوری، در این طبقه بندی میگنجه و احتمالاً مسافرتش هم به لبنان به خاطر این هست که ببین الان دیگه اصلا اظهر من از شمس شده که خود اصلا حزب الله لبنان میگه که ما بدون کمک‌های مالی ایران اصلا روی پا نیستیم. یعنی در حقیقت اینطوری بهتون بگم آقای یزدیان، یه سفره پهن شده به نام سفره افرادگرایی. یه عده از قبل این سفره به ثروت و قدرت در ایران رسیدن. این عده حتی به بهای از بین رفتن منافع ملی ایران دوست ندارن این سفره افرادگرایی جمع بشه. کل قضیه از اینجا آب میخوره. اینه که این به هر حال این سفره افرادگرایی برای یه عده سفره هست. ما شعار مرگ بر آمریکا، امریکا ستیزی، اسرائیل باید نابود بشه، این برای یه عده تو ایران نون و آب هست. یه عده که میگن یعنی بله، ممنونم، نظر شما شنیدم. آقای علیزاده، در صحبتتون اشاره کردی که تغییر سیاست‌های منطقه ایران با روی کار آمدن آقای جابری انصاری احتمالاً میتونه با نظر آیت الله خامنه‌ای انجام شده باشه. به هر حال این پرسش مطرحه که آقای خامنه‌ای به رغم اینکه گفتگوهای مستقیم با آمریکا رو در مسائل غیر اصلی ممنوع کرده بود، دیده شد که آقای جابری انصاری در مذاکرات مستقیمی که وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره سوریه در نروژ داشتن حضور داشتن و آقای خامنه‌ای هم اعتراضی نکرد. فکر می‌کنین که احتمالاً چه تصمیم پشت این تحولات است؟ البته حضور ایشون در نروژ رو من بیشتر حمله بر این می‌دونم که به عنوان سخنگوی وقت وزارت خارجه معمول هستش که سخنگو همراه وزیر در سفرهای مهم بره، مخصوصا سفر نروژشون سفر بسیار مهمی بودش که در اونجا آقای ظریف گفتش که به اصطلاح من دست بازتری برای مسئله سوریه دارم. اما این موقع بپردازم به این که
در خصوص تشخیص تفاوت بین این دو فرد، یعنی آقای امیر عبداللهی و آقای جابری انصاری. اولا از نظر سابقه کاری شما توجه داشته باشید که آقای جابری انصاری سفیر در لیبی بوده که به هر حال کشوری بود در معادلات ایران، لیبی زبان قذافی معادلات ایران مهمتر بودش، و آقای امیر عبداللهی نهایتا در همین بحرین کشور کوچک اونجا رفته بودش و سابقه سفیر بودن در بحرین با سفیر بودن در لیبی خیلی متفاوته. حالا بحرین هم به این اوضاع دوچار نشد و خیلی محیط آروم و تجربه انگیز برای یک دیپلمات نبودش. علاوه بر این که ایشون همونطور که در ابتدا گفتم مصرحاً و قویاً ایشون عضو سپاه پاسداران بوده و خودش در وزارت خارجه این رو اعلام می‌کرده، این سبقه وزارت خارجه سپاه پاسداران در واقع در طول خدمات ایشون در وزارت خارجه حاکم بوده و می‌دونید که به هر حال سپاه پاسداران رشد سرطانی در همه نهادها داشته از جمله وزارت خارجه. در واقع آقای ظریف در آنچه که تا الان انجام داده مهره ای رو که اگر قرار بود قش بکنه به طرف جایی قش به طرف سپاه پاسداران میکرده، اون رو کنار گذاشته، یک مهره ای رو به نسبه با تجربه تر سر کار داده. گرچه هنوز من اعتقاد دارم که سیاست ایران استراتژی خروج از بحران سوریه نداره. بله، به قسمت نظرات بینندگان بعد برسیدیم، فرصت کوتاهی داریم تا نظرسنجی افق رو بشنویم و بعد این بحث رو پی بگیریم. خیلی کوتاه. بله، در این برنامه از شما پرسیدیم آیا تغییرات در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به بهبود رابطه با همسایگان عرب و کاهش جنگ‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. حدود 70% پاسخ خیر به این پرسش دادید و حدود 30% پاسخ آری. و اما مروری داشته باشیم به نظرات کاربران فیسبوک افق نو درباره تغییرات در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. ادموند قوکاسیان نوشته از این وزارت خارجه که داریم الان انعطاف‌پذیرتر پیدا نمی‌شود، اما کشورهای عربی هنوز راضی نیستند. نیما کاویانی نوشته با توجه به قدرت نظامیان در ایران بعید است این تغییرات کارکرد منطقه‌ای یا بین المللی داشته باشد. سلیم فانی نوشته تا زمانی که حکومت ایران صدور انقلاب را در برنامه خود دارد خاورمیانه به آرامش نخواهد رسید. نوشیروان زنگره نوشته هدف دولت روحانی تنش‌زدایی با کشورهای عربی مخصوصا عربستان است و جریان دوم در حاکمیت ایران مانند سپاه و محافظه‌کاران هم می‌توانند مفید باشند به این شکل که کشورهای عربی از ترس آنان به گفتگو و مصالحه با دولت روحانی تشویق می‌شوند. فرهاد فرزنده نوشته شما یک کشور را نام ببرید که فرماندهان نظامیش قبل از وزارت خارجه و دولت یک کشور خارجی را تهدید کنند و جمهوری اسلامی در بی‌قانونی و بی‌نظمی بی‌نظیر است. آقای رنج، با خیلی کوتاه واکنش شما رو بدونیم به نکته‌ای که نیما کاویانی اشاره کرد. آیا با توجه به قدرت نظامیان در ساختار قدرت میتوان شاهد تغییرات در سیاست منطقه ایران بود؟ با تغییراتی در وزارت خارجه ایران شاهدش هستیم؟ خیلی کوتاه. من بعید میدونم، به خاطر اینکه افرادگرایی به هر حال ستون و فقرات سیاست خارجی این رژیم رو تسهیل میده. یعنی آقای خامنه‌ای اگه دشمن ارزش بگیری اینشون دیگه به استفاده ممنون. آقای علیزاده، نظر شما رو خیلی کوتاه در مورد نظر آقای ظریف که گفته ما خواهان روابط منطقه‌ای هستیم و تاکید کرد که جامعه ایران تکسیدایی نیست و همه در این مورد اتفاق نظر دارن. خیلی کوتاه، حدود 20 ثانیه به پایان برنامه داریم. خب این بیان صرفا برای توجیه خارجی هستش، اما واقعیت این هستش که در داخل کشور ما شاهد دوگانگی و دو حاکمیت هستیم و چندان این سخن مصداق واقعی نداره. ممنونم. به پایان برنامه امشب افق نرسیدیم. با سپاس از آقایان درویش و رنجبر و حسین علیزاده.